خب بریم سراغ سوال بعدی. خوب دقت بکنید، باز هم یک تست شمارشی هست. میگه چند مورد درباره همه عوامل رونویسی که پروتئینی هستن در سلول یوکاریوتی، و من و شما میدونیم این عوامل رونویسی در درون هسته سلول فعالیت میکنن، هسته یاخته یوکاریوتی، خب صحیح هست. در تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی نقش ندارن. ما میدونیم عوامل رونویسی مربوط میشن به چی بچه ها؟ مربوط میشن به شروع رونویسی. پس طبیعیه که قبل از رونویسی نقشی ندارن. کاملا درست. مورد دوم، تمایل پیوستن آنها به افزاینده در اثر عواملی تغییر میکنن. همه عوامل رونویسی آیا متصل میشه به افزاینده؟ نه، یه گروهشون هم به راه انداز متصل میشه. پس مورد دوم غلط. مورد سوم، میگه فعالیت گروهی از عوامل رونویسی درون هسته در تولید آنها نقش دارد. بچه های عزیزم یادتون باشه تمامی پروتئین ها من جمله این عوامل رونویسی که داریم راجبشون صحبت میکنیم و از جنس پروتئین هستن، در هسته یوکاریوت ها برای رونویسی از روی ژن هاشون باید عوامل رونویسی دیگری نقش داشته باشن. پس یادت باشه برای تولید عوامل رونویسی قطع به یقین بدونید که رونویسی از روی ژن هاشون توسط عوامل رونویسی کنترل شده. مورد سوم کاملا درسته. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من بگم آقا برای تولید رنابسپاراز دو یه رنابسپاراز دوی داره فعالیت میکنه. خب درسته دیگه، چون باید بیاد ژنش رو رونویسی بکنه، mRNA ساخته بشه، بعد mRNA بره تو سیتوپلازم ترجمه بشه و تولید در واقع رنابسپاراز دو رو بکنه. بریم چهار رو ببینیم. میگه این پروتئین ها انواع مختلفی دارن و میتونن در تماس با ژن. بچه های عزیز حواستون باشه، راه انداز و توالی افزاینده جزی از ژن نیستن. ژن از اون جایگاه آغازش، از اون نوکلئوتید آغاز شروع میشه تا توالی پایان، یعنی اون بخشی که رونویسی میشه در واقع جزء ژن هستش. به خاطر داشته باشید حالا هر دو رشتهش، هم الگو هم رمزگذار و توالی های تنظیمی جزء خود ژن نیستن. بله، پاسخ صحیح این تست خوب دو مورد صحیح هست، میشه گزینه شماره